Arzi Salomada binadaho aziz va arjuman muxlisoni hamishagi futbol onhoye ki barnomai 90 daqiqaro paygir hastand. Inak nashri navbati barnomaro az shabakai varzish manzurato mekunem va atrofi bozihoi davri chorumi chempionati mamlakat harf mezanem ki ruzhoi istirohat bargizor shudan. Chun hamesha dar mehmoni barnomai mo murabbi xizmatnishondodai jumhuri tojikiston murabbi shoisai jumhuri tojikiston Zoir Boboyev hastand. Xush omadid ba barnoma va nazar ba bozihoi guzashta shumo in dafa bozihoro ziyodtar peshgoi kardid chunki gufte dar bozi Dasoy Xujan Ravshan va hamchunin klubi markazi vardish artish Faizkan natijai musovi ba qayd girifta meshavad. Xub, hamin tavr ham shud dar in davri raqobat albatta ki mo du didoro didem ki bo natijai musovi jambas shudan. Klubi markazi vardish artish dar maydoni xud boziro bo Faizkan musovi kard. Regarta das dar maydoni xud ba tavri hangomavi az timi Esxata shikast xurd. Istiqlol bo du gol tavonis koktosho mag'lub kunad. Xatlon bo hisobi 1-0 bar timi Hosilot dast bolo shud. Ва дидори муҳим бошд ки ду дастаи иштирокчии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё аз кишвари мо дар имсол Хуҷанд ва Равшан мусови бидуни гол ба поён расиданд. Хуб биёед дар мавриди бузи нахустин ҳарф мезанем клуби марказӣ варзиш артиш ва Файзкан ки рӯзи шанбе дар варзишгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе ин рақобат баргузор шуд ва аммо натиҷаи мусови ба қайд гирифта шуд ҳолон ки шогирдони Аҳлиддин Турдиев бо ҳисоби 1-0 پیش صف بودند اما نتوانستند همین برتری خود را نگاه دارند. اومان شما از فایزکند همین گونه یک بازی که با شیوه پرسینگ بیشتر بود انتظار داشتید که آنها مقابل تیم میزبان همین گونه بازی را براه میمانند؟ براستی ما پیشگویی کردیم که فایزکند کلوب ارتش و فایزکند دو رنگ میشد بوده. بله. دو رنگ همین خیلی هم شد. برای چی؟ برای چی خواهی که انرژی که فایزکان با استقلال صرف کرده بود بازینگارو و خود آمده نتوانستند فکری من بازینگارو و خود آمده نتوانستند و بازی که با کمانده کوکتوش بازی کردند میبینید که همون جنب با حساب 2-1 غلبه به دست آوردند و ما بازی ارتش دیدیم که چه با کمانده روشنی کلوب یکی از پیش صفون دورنگ بازی رو انجام دادند و بازی دیگری ارتش دیدیم که با کمانده حسیلات فرخور در فرخور دورانگ بار همین را حساب کردم ما با یک وای اومدیم که کماندو برابرن همین چنان هم شد برابر حساب هیچ هیچ شد بله کماند فایزخان در فوتبال همی خیلی است که روسا پدگتیکن پیریود میگم بله. میگم که تیوری زمیستانه بله تیوری زمیستانه شون یعنی که به همین ساعت قرار داره مثلا اگر ما گیریم استقلال کماند استقلال استقلال مثلا گیریم رهبریت دسته بله. یک بودجه معین میکنن و کار همی خماندگی هم که با پروفسیونالیسم هم گیریم خطایی نمیکنیم بله یعنی شما در نظر دارید که این دسته ها با سطح استقلال آماده نمیشند برای چی نمیشن برای چی من میفهمم نمیشن برای چی که یعنی که رهبرای دسته یعنی سپانسرای دسته بله سرپرستان سرپرستان دسته باید همی خکنن که ما خواهیم که فوتبال ما تکان شود باید همه مثال که استقلال می رود خارج کشور در ترکیه مثلا در ترکیه می رن یا دیگه جا می رن این کماندای ما هم باید روان بله روان برای همه ترینر و مثال که مربی های محترم همه اجیت جسمانی بچه را باید آماده کنند تیار کنند چی فایده دارد؟ رفتن مثال با انتالیا ترکیه و تمرین گذاراندن پیش از همه بازی بین المللی یعنی مثلا که بازی سنجشی بین المللی ساعتی خشون رواج رونق میتین یک بهبودی میگیرن اجیت چی تاکتیکه باشه بله. تاکتیکه فوتبال مثلا گیم بله. همین فوتبال باز دیگه همیشه کلوبو اگه ما همسایه ما ببینیم ازبکستان مثلا در چمپیوناتش حتی یکم لیگش هم میره بله بله میره قزاقستان هم خیلی هست اویسته اویسته ما همین خیلی شروع کنیم اگر بله. در آینده فوتبال ما فوتبال من در نظر فوتبال ما تیم ملی ما بهبودی های میکنند و ببینید که غیر از استقلال دیگر دستای ما اونقدر شاید شرایطی رفتن ندارند با کشورهای خارجی برای انجام دادن مشق های تمرینی و تمرینی خب به هر صورت شاید اویسته اویسته این چیز عملی میشود اگر ما حقیقتا ما آرزو کنیم و خواهش کنیم که آینده تیم ملی ما در چمپیونات جهان اشتراک کند بله. همین خیر هم باید شود بله. و فکر ما باید که ما مبلغ یابیم بله. باور که رنگ کماند استقلال سرپرستانشون
رئیسای کلوبشون مثلا داوود توس کنن که باید تلاش ورزا تمامی باز تمامی شرایط ها باید امتیاز کنیم. بله خوب بیاید توجه میکنیم با گلی زده کلوب مرکزی ورزش ارتش در قسم اول از ضربه پنالتی اونها توانستند دروازه فایسکان رو رخ نکنند. خورشید تیمورجورایف مؤلف گل شد از ضربه پنالتی و همین طور تیم خود رو به پیش برآورد. اما در پایان رقابت در دقیقه 91 فولبوزونی دسته فایسکان موفق شدند. ببینید حمله از کجا آغاز شد؟ پرتاب از کنجی میدان، از کنجی راست و اونجا اندک اشتباه و بعدا دروازه بان نتوانست توپ را داشته گیرد و همین طور انوشیروان نوروزوف توپ را به درون دروازه ارتش روان کرد. شما در همین حالت سبب گل سر دادن تیم میزبان را در چی میبینید؟ اشتباهی دروازه بان یا قاعده ویران کنی شاید اینجا بود؟ چی نظر دارید شما در این مورد؟ پیش از آن ما گفتنیم که یک بازینگری رقم 18 کماند ارتش فایسکان کماندی ارتش تیم ارتش کردی سرخ گرفت. بله قبل از این اونها با شماره کم بازی داشتن. بله من سببش پیش از اینکه 10 کس هم اوندن کماندی اهلی دین توردیف. بله در حقیقت این بازینگر قانون فایر پلی هست در بله. فوتبال بعد ارتش بود کماندی باشد که به نهایت با تعلیم و با آداب بله انتظام باید در مد اول باشد با سطح عالی باید باشد. بله همین چی دیده نمیشه با فکر من که روباریت دسته نسبت به بچه‌ای که آینده داره بچه جوان است کمکک باید باید تعلیم و تربیت داد. بله پیش از اینکه اینجا در ارتش من میدونم که گوشتینگروی خوب دارن. بله بله من نمیدونم که حربه دارن یا که ندارن کاراته. بله اینا چی دارن ندارن که اگر این بچه بسیار ذوق خوش میشه در کاراته باشد بسیار خوب میشه که تیان همونجا روی کنن. بله بله عبدالله شریفوف بوزینگر هم میزنند مثلا. بله البته دوبار درست کرد که کارت سرخ داد. بله. فکر میکنم که اگر همین بچه های میدان نمیره ارتش غلبه میکرد. بله خب در مورد گل دسته فایسکان چه گفتنی هست؟ بسیار گل زیبا یک میبینیم که پرتوفتی خوب و بازینگرو بسیار همدیگر فهمی خوب دارن. بله. کمانده فایسکان مرحمت نمیبینیم تا آخر رفتم مثلا دو کم تا جای خطایی در وزبون هم شده. شما تصور نمیکنید که در مقابل در وزبون قاعده بازی ویران شد؟ ممکن در ویران شده باشه که جای با گفته اینکه اکسپرت های محترم ما همون داورا چی میگن اینجا لیکن فکر میکنم که داور باید که وقتی با مرکز میدان نشان داد داور نزدیک بود. بله و چیز دیگر اون است که وقتی که ما هم صحبت شدیم با دپارتمنت یا خود همون رئیس داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفتند که در این لحظه هیچ عملی قاعده ویران کنی نبوده است. یعنی اشاره کردن که اینجا رقابتی آزاد در جریمگاه. اما ما اگر متوجه شویم به همین حالت میبینیم که دروازه‌بان امکان گرفتن توپ را داشت. یعنی فوتبالبازی دسته فایسکان خلل وارد کرد و شاید داور هم اینجا امکان داشت که ضربه جریمه‌ای را بگیرد. این که از همون روحبریت داور را پرسیدن نکنید. فکر شخصی من وقتی که بازینگر مثال که اگر بر یک زید دروازه‌بان میرفت ممکن بود. فکر میکنم که در اینجا محاربه بود اینجا هیچی گفته نمیتونم در این بوره. بله. گل حساب که کرد گل در بسیار بسیار در بازی چمپیونات ها میشه که همیخی گل ها رو مثال که حساب میکنن. بله. این وابستگی دارد اما وقتی که ما چی داریم همون روز هم میرسه که ما همون ساعتی که بعد دوباره بله. نشون میتین پفتار میگن. بله حالتی تکرار و سیستم های ور 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 اما ور کشید به اونجا ما میتونیم بوده ایجا. بله خب تشکر زیاد سلامت باشد و بیننده عزیز در پایان همین رقابت با سرمربی دسته فایسکان جلال الدین مجیدوف و همچنین سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش اهلدین توردیف هم صحبت شدیم. بیاد فشرده این صحبت رو تماشا میکنیم و بعدا برمیگردیم به ادامه برنامه. پیش از بازی ما با بچه‌ها فهمونده بودیم که با ما غلبه لازم است برای که ما حاضر در تای جدول هستیم در پایان هستیم برای ما فقط غلبه در کار بود. برای ما پیش از بازی بچه‌ها رو گفته بودیم که بسیارتر در هجوم باید باشیم بسیارتر مومنت‌ها باید یاویم برای گل زدن. لیکن افسوس که در آخری بازی ما 10 کسه موندیم و با گل سر دادیم و گفتیم که سه خال رو از دست دادیم. خب سه دقیقه نرسید برای تیم شما که صاحب سه خال شود و شما بعدن باز دو حملگری دیگر به میدان آوردید اسدبek جورابek زاده و همچنین بیژن نشان بوی زاده. خب امکان نبود که خط دفاع پر قوت کرده شود. ما ژانگاتن رو پایان تر فرواردیم به مرکز و بیژن با دیدیم که ژانگاتن هم کمتر مونده شد با جوش بیژن رو آوردیم.
برای ما بسیارتر در آخر با بچه ها فهمدیم که بسیارتر با دفاع اهمیتی هم لیکن خطای دروازه‌بان کمتر خطا کرد و ما گل رو سر بودیم. نتیجه مساوی در سفر شما رو قناعت میکنیم؟ بعد از این بازی که دشواری که ما گذروندیم فکر میکنم بازی دشوار بود، نه که مساوی. فکرم در میدان حریف مساوی ما حقیقتا خونه میگردیم. خب اگر کورت سوخت نمیشد برای دسته میزبون امکانی دسته فیسکان چگونه بود؟ کورت سوخت دوباره پرزنده که بعد از کورت سوخت ما فهمیدیم که ما یک بازینگر زیادتر باز میکنیم و بازینگر های گفتن که بسیارتر به حمله بسیارتر توجه کنن که ما از گولی سردادگی ما یک گول هم زنیم مساوی هم با ما بسی میکرد. با بازی امروز نشون داد که بیشتری فوتبالبازان خط حمایه پرتاب های بلند انجام میدهند اما با سراغه نوانیق. خب چرا بازی زمینی اونقدر خوب انجام نمیشود؟ بله در قسمی اول ما هم خیلی پرتاب های زیادتر شد، با ما گفتیم که در قسمی بعد از تنفس گفتیم که بسیارتر بازی با زمینی شود بود، پرتاب های نوانیق در کار نیست. بعد فکر میکنم در قسمی دوم بچه‌ها دار کردن و کمتر بازی رنگ دیگر گرفت و پاسی زمینی بسیار شد و نتیجه این شد که ما در آخر بعد یک گل زده مساوی کردیم. از بازینگرانی که از کرسی احتیاطی به میدان آمدند قناعتمند هستید؟ بله بله، از کرسی بلند اگر شما توجه کرده باشید بازینگر که از کرسی به میدان برد گل زد و ما مساوی کردیم. بازینگری که او حملگری که برآمد اونم بازی برد نکرد، من از تمام بازینگر از تمام بازینگر قناعتمندم. از فرصت مناسب استفاده بوده با تمام بچه‌ها فوتبال بازو مینداری خود رو بیان میکنم. خب برنامه ما ادامه میکند و اکنون در مورد رقابتی که در ورزشگاه تالکو آرینا شده گذشت، ریگارتاداس در میدان خود از اسخت مغلوب شد گفته میگذاریم و حالا همکاری ما امامبک شده بگذارد از جریان این بازی یک گزارش آماده کرده است، تماشا میکنیم و بعدا اطراف این رقابت حرف میزنیم. این سومین سفری ما در دایره تهیه کردن گزارش های مخصوص برای برنامه 90 دقیقه به شهر ترزنزاده می باشد و علکی در ورزشگاه تالکو آرینا ریگارتاداس سومین بازی خانگی خود را در مقابل اسخاتا دایر می کند و در صورت پیروزی بر مقابل اسخاتا دسته ریگارتاداس می تواند به طور موقتی به صدر جدول لیگ عالی مملکت برآید. سرآغازی بازی دوری چهارم یک اکس بت چمپیوناتی تاجیکستان اوید فوتبال میان تیم های ریگارتاداس و اسخاتا زمانی که دسته ها در میدان تالکو آرینا به تمرین ها پرداخته بودند، نظری چند از مخلصان تیم میزبان را در مورد بازی پرسان شدیم که همه یک دلانه به پیروزی ریگارتاداس باور داشتند. نتیجه باید ریگار بره. نتیجه ریگار می بره. یعنی چوبی چند بار چند اگر تخمین کنید؟ 2-1 می 2-0 می خیلی شما چه نظر دارید؟ باوری دارم که فقط کمانده ما زور می کند. پروگنوز همی خیلی 3-2 با حساب با گفتی من ممکن که همی 3-0 شود. او بازی که شما دیدید مقابل استقلال چگونه بازی کرد، این بازی به نیمه خود میگذارد در سطح اولی ممکن 2-1 شود. دوباره ریگار غلبه میکنه. ریگار تدس میبینه. چند و چند؟ 2-0. Ну, Исхат это прямой наш конкурент. И мы играем дома, мы будем биться, мы должны выигрывать и обходить их. هرچند که همه مخلصان دسته ریگارتاداس به پیروزی تیم خیش باوری بزرگ داشتند، ولی در میدان از فرصت‌های نخست بازی همگان فعالی میمانان را مشاهده نمودند. علکی در دقیقه 16 بازی وقتی از خط دروازه بیرون شدن کوهای گودسون ضربه مبین جان مومینوف را بختیار قلندر از پیش دروازه دور کرد. اگر این مورد این حالتی که چگونه با سراسیمگی بود پاسخ ریگاری ها باشد، در دقیقه 25 در قیاس به امکانات تیم خوجندی خطرناکتر بود، ولی دروازه‌بان اسخاتا ولادیسلاو شیرچنکو با یک عمل زیرکانه‌اش صدی راه ضربه فریدون دولتوف گردید. امکان دیگری گلزنی برای میزبانان در دقیقه 40 به میان آمد، زمانی که بختیار قلندروف با یک پرتاف دقیق فریدون دولتوف را با دروازه‌بان یک به یک برآورد، ولی اینجا شیفچنکو پیشتر به توپ رسید. همین طریق نیمه اولی بازی بدون کشادن حساب خاتمه یافت. در دوام ده دقیقه نیمه دوم باشد، سرمربی تیم اسخاتا ایگور سوروف 4 تغییرات به بازی وارد کرد. در نتیجه این تغییرات عبدالرحمن اوزاقوف، بختیار ظریپوف،
Ойбек Абдуғафоров, Боирҷон Сангинбоев ба майдон омаданд. Маз баъди се тағйироти охири тими Эсхата, шогирдон Игор Суров ва кушодани ҳисоб даст ёфтанд. Инҷо баъди аз назди дарвоза андаке дуртар гардидани туб аз ҷониби Бахтиёр Қаландаров, Санҷар Хисибоев озодона тубро қабул намуда, бо як зарбаи тобнок ворди дарвозаи кое Годсо намуд. بعدی سر دادنی گل به دروازه خیش رگاری ها را جز بیشتر کردن هجوم دیگر علاجی نماند و در دقیقه 64 فریدون دولتوف امکان قلعه برابر کردن حساب را از دست داد. بعدی قبولی پرتافت عبدالخلیل بارانوف از سمت چپ ضربه فریدون عموماً به سمت دیگر رفت. شروع از دقیقه 77 بازی بعد کارت زرد گرفتن بختیار ظریپوف بازی به کلی رنگی دیگر گرفت. زیرا بعد یک دقیقه بختیار ظریپوف مراتبه دوم نسبت آرتور ویردو قاعده بازی را ویران نموده با گرفتن دومین کارت زرد از میدان خارج گردید. ولی با وجود این حملوری خیلی نامور برای اسخاتا با عملهای ایغوانگیزی خیش تنها بعد کارت زرد گرفتن بختیار قلندروف به هایستگی از میدان گسیل کرده شد. دقیقه 85 بازی باشد رگارت از امکانیت اولی برابر کنی حساب را بعد کار کردن ضربه پینالتی به دست آورد. زمانی که بعدی پرتافتی داروبجان ارگاشف توپ به دست عبدالرحمن اوزاخوف رسید. اما فیروز بابیف وقتی اجرایش پینالتی توپ را وارد دروازه شفچنکو کردن نتوانست. در دقیقه 5 اضافه شده سردار رستم نورماتوف باشد اکبر بابامورادوف نزدیک بود که حساب را برابر نماید ولی این نوبت نیز ولادیسلاو شفچنکو از مهارت خیش به همگان درک داد. همین طریق آخرین امکانیت گلزنی رگاری ها نیز برابر رفت و اسخاتا از سیمی پیروزی خیش در 4 بازی استقبال گرفت. گل یگانه سنجر رخسیبویف در نیمه دوم بازی با دروازه کوه گودسون بویسی اولین باخت دسته رگارتاداز در موسم جاری گردید. ایموبک شد بگزاد تیمور نظروف گزارش مخصوص برای برنامه 90 دقیقه از ورزشگاه تالکو آرنای شهری تورسونزوده. خب رگارت اداز مغلوب شد با حساب 1-0 از تیم اسخاتا. اگر بازی‌های گذشته رو یعنی مثال آوریم اسخاتا در میدان خود مغلوب شد از تیم خوجان در دربی خوجان ولی رگارت اداز در مقابل استقلال بازی ارزنده نشون داد در میدان خود. اما چی شد که این دفعه شاگردان علی رشور محمدوف در میدان خود مغلوب شدند؟ چی نرسید برای آنها؟ پیش از همه همچنین متخصص من گفتم که تمام انرژی که بود کماند رگارت اداز بله تاتی روبری عاشور محمدوف به همین بازی استقلال بسیار خوبی شد خوبی خدا صرف کردن بله. یعنی که ما بوری گفتین استقلال یک کمانده هست که باید با این کمانده یک تاکتیکی موند که مثلا بازی های دیگر با خوبی باید خوبت کرده تون اما بازی بله. دیگر چیکار که شما گفتید سه امروز بازی ها میشن بله تقویم زیچ است زیچ است بله اینا تمام هستیشون در همین بازی دادن یک خول گرفتن بسیار بله. بازی خوب بود همگان میدونن و حتی من هم گفتم که کماند رگارت اداز میتوند چی غلبه کنه بله. لیکن کماند اسخاتا بعد از باخت با یکی پیش صفو گیم جوی سیما پرسول گرفتن اومده بار دیگه نشون دادن که اونا کماند در خانه خودشون برد نکنن در سفر میتوانند برد کنن. یک سوال دیگر همینجا پیدا میشود که ببینید با فرق از رگارت اداز قریب شاید 250 کیلومتر راه رو طی کرده اومد اسخاتا اما نتیجه به دست اومد یعنی قوه اونها زیادتر صرف شد فکر میکنم در مقابل خوجند هم اونها قوه صرف کردن و طی کردن راه هم این کاری آسان نیست اومدن تو با تورسونزاده و اونها موفق شدن من میدونم که شرایط خوب امتیازهای خوب این سال کردن همین امتیازها رو باید بچه‌ها مربیای محترم باید با باوری در آینده مهنت کردن اینا بله. باوری کرده مهنت کردن بله که ما وظیفه گذاشتن در پیش بله. اسخاتا هم مثلا بگیم اگر تداس در لیگ یکم بر اومده است بله یگون سنساسیا نیست یگون نه سال گذشته اونها در لیگ اولی بازی کردن سال گذشته اومده بودن از لیگ یکم بله به لیگ اولی یکم برای وظیفه یعنی این هنگامه شده نمیتونه هنگامه شده نمیتونه دیگه ما بگوسن که همون با استقلال بسیار انرژی خودشون صرف کردن بله. انرژیشون صرف کردن و
бозингарои надоран ки мисориям ки қувваи ки додан да ми команда Истиқлол ҳами хед қувваро бояд сарф кунанд. Бале. Хуб, чизи дигар он аст ки мо як чиз дигаре гуфта будем ки ҳама қатъи Истиқлол сахт тайёрӣ мебинад. Бале. Хуб, агар мо ба бозии Регард Тадас таваҷҷӯҳ кунем, сармураббӣ даста хеле дертар бозингаронро иваз мекунад, тағйирот ба амал меорад. Масалан, шояд баъд аз дақиқаи 70-ум, 75-ум, 80-ум, бубре тақвим зич аст ва бештари мураббиёни муваффақ ротатсия мекунанд дар дастаҳо ки ҳатман бозингарони ки истироҳат доданд, онҳо ба майдон. Аммо дар Регард Тадас ин гуна нест. Не ки дар Регард Тадас фикр мекунам ки командо ё ки мураббиёи муҳтарам нигоҳ мекунанд, аммо нишастгоҳи команда дар мо бозингарони захиравӣ мегем ва ё. Бале. Аммо захиравӣ дар мисол ки нисбати ин бозингар дар кадом сатҳ қарор дорад, мураббиё медонад. Бале. Ба фикр мекунам шояд ки аз набудани ҳамин бозингаре ки 11 нафаре ки дар майдон вуҷуд доранд, ҳамихед техника, ҳамихед маҳорат мумкин ки надорад ва бозингар барои ҳамин нигоҳ мекунанд ва дар охир мисол гем ки вайро иваз мекунад. Бале. Хуб бубинед ки дар дақиқаи 78-ум боз як бозингари Эсхата корти сурх гирифт, ҳамлагар Бахтиёр Зарипов бинобар вайрон кардани қоидаи бозӣ корти зарди дуюм гирифт, яъне ин дар як муддати кӯтоҳ иттифоқ афтод ва Эсхата бо шумораи кам бозӣ кард. 10 нафар онҳо буданд, вале тавонистанд ғалабаи худро нигоҳ доранд. Бо як бориге ки ин команда, яъне ки мураббӣ ва команда дар вақти амон тайёрӣ ҳаст ки тренерҳо тактика метиҳанд ки 9 ба 11 бозӣ мекунанд, 10 ба 11 бозӣ мекунанд. Яъне ки инҳо ҳамин хел тайёриро доштанд, гуфтанам метонем. Новобаста тез дар майдон аз дифо сар карданд. Мисл намоён нашуд, а команда регар бод як нафаре ки набуд, тренер бод тез дигар хел истифода, яке се ҳуҷум кунанда кади бозӣ мекаранд. Ҳамин хел бо як ҳуҷум кунанда не бо ду не се нафар. Яъне ки дар вақти ҳуҷум бояд ки нафарҳои зиёд мешуданд. Мисол 7 каш, 8 нафар ба ҳуҷум мегузаштанд. Бале. Хуб, ташаккури зиёд, саломат бошед ва бинандаи азиз, як чизи дигарро бояд хотиррасон кард ки дар ҳамин рақобат Фирӯз Бобиев, нимуҳофизатгари дастаи Регард Тадас, аз зарбаи пеналти голро иҷро карда натавонист. Фирӯз Бобиев аслан пеналтисти дастаи Регард Тадас нест. Яъне нафаре ки пеналтиро иҷро кунад, ин нафар нест. Капитани даста Абдухалил Боронов иҷро мекунад. Аммо ӯ натавонист муваффақ шавад. Ва баъд аз ин, албатта, намедонам, шояд хеле асабӣ буд бозингар ва баъд аз ишораҳое ки ҳамкорони мо дар ин варзишгоҳ буданд, гуфтанд ки муносибати ӯ бо Алиё Рашунмамадов шояд он қадар хуб нест, зеро нофаҳмӣ миёни бозингар ва мураббӣ иттифоқ афтод. Ва ҳатто бозингар ҳам шояд суханҳои қабеҳ гуфт нисбат ба мураббӣ. Хуб, интизоми ин гуна бозингарон шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? Пеш аз ҳама ман хеле мехоҳам ки мураббиё бояд ки командаро сарҷам кунанд. Яъне ки ҳамдигарфаҳмӣ бедара хуб бошад. Нисбати роҳбарият ва мураббиё ки футболбозон нигоҳ мекунанд ки кадом сад қарор дорад. Яъне бисёр иттифоқӣ бояд бошад. Ҳама бояд ки мисли як даст бояд бошад, русо кулак меган. Бале. Вақт ки хеле чиён намешад. Хака яке дар футбол эмоция ҳама вақт ҳаст. Бобиев яке бозингарое ки ман чихри ки ман медонам бисёр бозингари пуртаҷриба ҳам ҳаст. Бале. Ҳака назадани пеналти иллатаре, мисол ки пеналти албатта сармураббӣ ман мисол ки ман таъин мекардам дар командо ки бояд пеналти зана, ки тупи ҷарима ё ки мисол гирем ки тупи кунҷе бояд кунад. Бале. Бояд ки ҳамин бояд тартиб бояд бошад. Бале. Дар команда ҳамин бозӣ гап занем, агар Регард Тадас наомад шуд, бинед ки бохтои сен мисол гирем ки команда 10 нафара бозӣ дорад ҳариф, пеналти мезадан, пеналти дуранга мешуд, як хол ба даст меовардам. Бале. Хуб, ба ҳар сурат имкон нашуд барои дастаи Регард Тадас ва то як андоза даста имкон дошт ки дар зинаҳои болои ҷадвал мавқеи худро мустаҳкам кунад, аммо муваффақ нашуд. Бинандаи азиз, айни ҳол мо суҳбате дорем бо собиқ бозингари дастаи Регард Тадас, Фатҳулло Фатҳуллоев, ки айни ҳол дар чемпионати Бангладеш бозӣ мекунанд. Дуруд Фатҳулло, ва шумо бевосита бозии Регард Тадас ва Исхатаро тамошо кардед. Хуб, Регард Тадас дар майдони худ мағлуб шуд. Чи хулоса баровардед аз бохти Регард Тадас ва чаро онҳо натавонистанд ҳатто ба натиҷаи мусови расанд дар ин рақобат? Салом алейкум бобо, салом алейкум тамошокунонии барзиш. Чӣ хеле ки
دیدم بازی بازی خیلی خوب بود که رگر در میدان خود بازی داشت با دسته اسفتا. دسته اسفتا روز دیگه من فکر نکردم که در سفر اینقدر خوب بازی میکنن. بازی رو تماشا کردم، دسته رگر با فکرم از طرفی که با دسته استقلال بازی داشت ممکن بسیار قوت صرف کرد، برای همین ممکن بازیشون نه اونقدر خوب بود. اسخطا خیلی خوب بازی کرد در سفر، چیزی که دیدید یک گل زد و دسته رگر هم شانس خوب داشت و شانسی که آخران پنالتی داشت فیروز بابیر نتونست ضربه رو اجرا کردن. خیلی فوتبال است، در فوتبال این خیلی کارو میشد. نکی دسته اسخطا خیلی خوب بازی کرد. من فکر نکردم که رگر تداز در میدان خود با اسخطا این خیلی بازی میکنه. خب فتلو، در مورد فیروز بابیف گفتید، شما هم قبلا با فیروز بابیف در این دسته بازی میکردید. خب فیروز بابیف واقعا هم اون نفری است که باید ضربه های پنالتی رو اجرا کنه در این دسته؟ فیروز بابیف بازی های پیش بود پنالتی اجرا میکرد و در این بازی که یک بار صفر شکست خورده است باشه خیلی قین است. برای این فیروز هم تجربه دار است. من فکر کردم اگه گل بزند، بعد چیزی که دیدم متاسفانه در نصیبش نبود است، نتونست. خیلی فوتبال است، در فوتبال هر چیزی همش ممکن است. نکی در این خیلی بازی ها باید کوشش کنی که ضربه رو 100% اجرا کنی. بله. خب شما بازی های چمپیونات رو از بنگلادش ایستاده پیگیری میکنید، بازی کدام تیم برای شما همین حالا در آغاز موسم مثلا پسند آمد و به نظر شما کدام تیم حالا میتواند به قطار فاوریت ها باشد یا در پایگاه قهرمانی تلاش ورزد؟ تشکر شد با کانال ورزش و کانال فوتبال که مستقیم از کانال یوتیوبشون نشان میتین. راستی گپ یکم دیم تو رو تماشا کردن نتونستیم، بعد از این دویم سیم دور تماشا کردیم. خیلی لیگ اولی امسال خوب است، بازی خوب گذاشته. دسته های نو، دسته هایی است که چخیلی که میبینیم فایز خان، چخیلی میبینیم که حاصلات بازی خوب میشوند است. نه که با من بازی رگر تداز پسند بود تا این وقت و دسته اسخطا هر دوشون بازی داشتن، بازی رو تماشا کردیم. با فکر من عین حال اسخطا میتواند در لیگ اولی با جای خوب برای جای خوب مبارزه برد. بله. دسته رگر هم همین خیلی میتواند. و خبرها است که شما بعد از مرحله اولی چمپیونات شاید در چمپیونات تاجیکستان بازی کنید، این آیا راست است، حقیقت دارد یا نه؟ راستی گپ، بعد عین حال 22 ایول بازی ما تمام شد در اینجا در تاجیکستان. 29 ایول دیوم کروب سر میشد. برای همین من فکر کردم اگر که هست از دسته های تاجیکستان هست یک دو سه دسته با من گفته است، من گفتم کسی کدام دسته ای که در لیگ خوب بازی میکنه، در بازیگران خوب داره و دفعه کلان دارد، میخواد بلی با افریقا بازی کند، میخواد برای جام تاجیکستان، برای کوبی کتوریکسون بازی کرد. من میتونم اومده با اونو کشینم یاردم کنم. بله، تشکر زیاد، سلامت باشید فتلو. برای یک صحبت صمیمی حتما ما در برنامه های آینده بوس اطراف بازی های دیگر هم صحبت انجام میدهیم. سلامت باشید، برای کار با شما تشکر زیاد. خب بیننده عزیز، فتلو فتلویف بودند، بازیگری که عین حال در چمپیونات بنگلادش بازی دارند و قبلا هم در چمپیونات کشور در دسته های گوناگون از جمله خود استقلال، خوجند و دسته ریگر تداز بازی میکردند. خب برنامه رو ادامه میدیم بیننده عزیز و اکنون بعد از چند لحظه ما اطراف دو رقابتی که در روز یکشنبه برگزار شدند صحبت میکنیم و ما یک مهمون ویژه دیگر هم داریم، دایرکتور باشگاه فوتبال روشنی کلوب خیرات علی میرحمدوف. برنامه دوم دولت بیننده عزیز و ما گفتیم اطراف دو بازی که روز یکشنبه برگزار شدن حرف میزنیم. سر اول اطراف رقابت دسته خوجند و روشن که این بازی در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند برگزار شد و ما گفتن نموند که این دو دسته امسال تاجیکستان را در مسابقه بین المللی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا نمایندگی میکنند، از جمله دسته روشن در مرحله گروهی و خوجند در مرحله مقدماتی بازی خواهد کرد. به این خاطر ما هم امروز اندکی وابسته به وضعی که همین حالا
دسته روشن دارد با دایرکتوری کلوب فوتبالی روشن خیرات علی میرحمدوف هم صحبت میشیم. خوش اومدید به برنامه ما. خب از زویر بوبویف پرسون شدنی هستیم که در همین رقابت کدام دسته بیشتر افضلیت داشت و چرا بیشتر بوزی پوشیده را ما باشتر که دسته ها دیدیم و بسیار امکانات های گلزنی استفاده نمیشوند؟ این بوزی اول نیست، هم با اشتراک خوجان و هم با اشتراک دسته روشن. اما گل میدونه که هر دسته مملکت ما را کشوری ما را در بازی های آسیا بله نمایندگی میکنن. این دسته مقاومت زیاد و پرسولا نشان داده گیم بله. روشن جای دیون، خوجان جای سی بله. البته این دسته بسیار تیوری دیدم مثلا گیم کمانده اگر روشن نگیریم که وظیفه بالاتر میستد خیلی بالا. برای روشن فقط برای یک مقصد برامدن بله. غلبه بله. گرچند که من همچون متخصص کردم این بازی دو رنگ میشه بله. خب بر صورت امکانیت های دسته روشن در قسم اول خیلی و خیلی زیاد بودن. در 45 دقیقه نیمه اول فوتبالیستان دسته روشن میتوانستند دروازه خوجان را رخ نکنند، اما در لحظه های آخرین موفق نشدند. یک حالت را میبینیم که تو با دست بوزینگری دسته خوجان رسید که بعدا سر این موضوع حتما گفته میگذاریم اونجا شاید اشتباه کرد دوباره بازی. خب بر صورت خوجان هم امکانیت ها داشت، از جمله کرامتلو سعیدوف در یک حالت میتوانست توپ را به دروازه روشن روان کند، اما دروازه‌بان هم بسیار عالی هنرنمایی کرده توانست. و خب چی نرسید برای همین دسته ها؟ فکر میکنم که اگر با روشن اگریم هماهنگی نرسید، همدیگر فهمی نرسید. در کدام جهت؟ در جهتی که استادی که آخر زیر شش استادی میگن روسو بله، همون استادی که گل نام دارد بله. یعنی که بسیار یک کامبیناسیون خوب بود از طرف روشن بله. ما میبینیم که توپ ایدورا میکردن، ما میبینیم که بسیار میگن که از سرکار از دفاع همدیگر فهمی با نیم محافظتگرا بله. و هجوم کننده بود. لیکن این مومنت ها استفاده بردن در کره بله. اگر استفاده که می بردن هم بازی در میدان خوچان و خطان در بای نمیدادن بله. یکی پرابلمی که در پیش مربی می ایستد همین است. یعنی که با قدی بچه ها چی کنند در کره؟ در همین استادیوم کار کردن نکرد. زیر شش استادیوم این استادیوم که گل نام دارد. بله. در قسم دوم هم چون امکانات ها را دسته خوجان داشت و آنها چند وضعیت خوبی گلزنی داشتند، اما توپ وارد دروازه نشد. فوتبالیستان دسته خوجان هم در خط حمله خیلی ضعیف بازی کردند در همین رقابت مقابل دسته روشن و واقعا هم یک حملگری چرس نرسید که تواند توپ را بعد در این دروازه وارد کرده. خب از غیرت علی میرحمدوف پرسون خواهیم شد که چرا در دو بازی اخیر دسته روشن نمیتواند غلبه کند؟ خب بحث ها خیلی زیاد بودن مقابل دسته خطلون که دوبار ضربه پنالتی نداد و اینجا هم همین گونه حالت به قید گرفته شد. چی نظر دارید شما؟ البته شما خودتون میدونید که یک تیم رو ساختن این کاری یک روزه دو روزه نیست. کاری خیلی مشکلی برمی تای چند سال اخیر دسته روشن کرو با وقتی که در لیگ یوری برآمد بسیار ما یک تیم خوب ساختیم که بله. الکای یک در جام افریقا برآمدیم بله. جای دوم را اشغال کردیم بله. برای همین این حالتی که هم دای توری دیروزه و توری گذشته شده بود این من فکر میکنم که این جای اشتباه هم نیست بله. برای که سال گذشته ما این چیزا رو روبرو شده بودیم. من نمیدونم که از چی حساب باشه که ما میتونستیم که مدال طلا رو صاحب شویم سال گذشته بله. شما چخیلی که خطان شاهد بودین در بازی همین خوجند چخیلی که ما گل زدیم گلی ما را حساب نکردن بله. افسد حساب کردن بله. که بعدا با پرسیدن که بخشش خی اشتباه شد نه که این فوتبال با اشتباه این سال گذشته بود بله. امسال هم همین چیز تکرار میشه. ما فکر میکنم که اگه نخواد در یک تور پس با هم اشتباه شوه. یعنی شما چی نظر دارید برخاستانه؟ البته من نمیدونم به نظر من که این کار برخاستانه است، برای که هیچ خیل ممکن نیست که در دو دور پای در پای هم خیل چیزا تکرار شود. اما در دور اول دوار رو گفتند که اونجا تو با دست بوزینگری خطلان رسید خوب. اما از روی کریتیر این خوب. پنالتی نیست. من این چیز در روز نیستم چون که خیلی من نمیدونم همین چیز خیلی که شما خودتون میدونین ما دمی فوتبال
هستیم بدیم میمونیم یعنی کلون شده کلون شدیم در این فوتبال من نمیدونم وقتی که تو با زمین میرسه در دست بازینگر میرسن میگن که امارتیزاسیا داد این خیلی شد وقتی که در دست میزنه میگه که نشد بله. وقتی که در کتیف میزنه میگه 11 متر شد بله. ما این بازیایی که توری گذشته شد خطا دیدین که خیلی 11 متر را گرفتن 11 متر دادن برای من نمیدونم که در پیش تیم مو یک هدف گذاشتیم اما وقت هدف روشن کلوب بله. با غالب اومدن چمپیون شدن بله. برای همین ما نمیدیم در پیش سرپرستان خود در پیش مخلصان خود برای که دایره روز ما رو 50 نفر زیاد می نویسنن مخلصا که چی بلی خیلی چی به شما برآمد نمیگین چی به شما در شبکه ها نمیگین وقتی که ما در شبکه ها میگیم چی به شما نمی نویسنین پیس مینی وقتی که ما هم نویسندیم چی تغییر می آباد چی تغییر می آباد بله. وقتی که 6 امتیاز از دست دادیم چی تغییر می آباد بله درست است درست است. خوب در بوزی با دسته خوجان هم دو حالتی بحثناک به میان آمد. یکی بعد از ضربه زده محمد شریف سعید خوجان که تو با دست دفاعگری دسته خوجان رسید و دیگری باشد حالتی با عمل آمده در کنار میدان بعد از آن که فردوس عبدالسلیموف بوزینگری دسته روشن را از پای افتادید. خوب بیاید با قرار رئیساتی دوران و ناظران فدراسیون فوتبال ترکستان از جمله رستم عبدالویف وابسته با حالتی که تو با دست بوزینگر دسته خوجان رسید گوش میاندازیم در این حالت میبینیم که بوزینگر دسته رفشان از بیرون از میدان جای جریموی ضربه میزند حمایتگر دسته خوجان از ضربه توپ کوشش پنهان شدن کرده دست را به حالت غیر طبیعی میگذارد و برای در این حالت گذاشتن دست جوابگو می شود. در این حالت داور باید که ضربه 11 متر تعیین میکرد و با بازینگر خوجان موافق قاعده های بازی کارت زر نشان داده میداد چون که توپ با سوی دروازه روان کرده شده بود. خب بیننده عزیز خب بیننده عزیز اشاره شد که اینجا حتما باید ضربه پنالتی تعیین کرده میشد و بوزینگری دسته خوجان با کارت زرد جزا داده میشد اما نشد یعنی امکانیت از دست رفت شاید روشن اگر پنالتی تعیین میشد و گل میزد با همین نتیجه غلبه میکرد و شاید پنالتی اجرا میشد ولی به هر صورت قرار داور اینجا نادرست بود که بازی رو ادامه داد خب بیاید اکنون گوش میاندازیم با حالت دوم که اونجا شبهه ها در مورد اون که بوزینگری دسته خوجان از میدان رانده میشد در این حالت میبینیم که بوزینگری هجوم کننده روشن که فضای کشوت دارد به صورت بلند در کنار میدان حرکت کرده ایستاده است حمایتگری دسته خوجان نیز به صورت بلند در یک جهش کوشش بازی کردن با توپ دارد لیکن اول با توپ بازی نموده سپس با پای متکیم با زانوی حریف ضربه میزند و به خطر حریف رو زیر خطر میگذارند. بازیگر برای دغلونه ویران کردن قاعده باید از میدان خارج کرده میشد. ضربه جریموی و کارت سرخ. خب بیننده عزیز این حالت رو هم رئیسی داوران تصدیق کردند که داور باز یک اشتباه دیگر کرده است در همین رقابت و به هر صورت بعد از اون که قرار برآورده شد یا نه هیچ چیز عوض نمی شود روشن صاحب یک امتیاز شد در سفر مقابل دسته خوجان خب سوال همین است که سالهای پیش وقتی چمپیونات تاجیکستان برگزار می شد همین گونه اشتباه ها زیاد بودند از جانب داوران مثلا 20 سال پیشتر یا 25 سال پیشتر که در هر سال جای دارد از طرف مثلا داوران من فکر می کنم که باید کمیته داوران وقتی که با داوران هر خیر کورس ها میگذارونن حتما باید با این نوبت گیرن که یک بله. دسته مثال گیرن که صدها هزار مخلص دارد بله مثال گیرن و مخلص مخلصی هم و مهنت هم ترینر و هم بچه ها رو برای دسته ما در برای از نو سرپرستان گفت دستیم از در این همین وقت سرپرستان در پیش کماند تیم وظیفه میگذارن بله لیکن بینید که موازی میبینیم که باید پینالتی باید شد پینالتی دادن نمیشد بله مثال گیریم خطای ساوت کرد اچخی سرپرستو میفهمن دریکتری کلوبا مربیه بچه را چخی میفهمن مخلصو برای فکر میگنن که بعد این بحثی که ما به سینما گفت زدیستیم دوباره محترم کمکه یک جدی باید رفتار کنن بله که اصلا من از این فوتبال بازی کماند خوجین با دو پا بوزینگری رفشان رو از پای میافتونه کارت سرخ بله. باید باشد کارت سرخ نیست بله ابوزی که ما دیدیم
Равшан Хатлон. Бале. Бачаи ки ҷавоне ки дар ҳаяти ҷавонӣ мо баромад мекунад. Корти сурх гирифт. Корти сурх гирифт ва тамоман ихет рушд тамоман дигар тараф буд. Яъне ҳаракаташ умман бархастона набуд. Саханое ки кумитаи мисоги иҷроии ва мекунад бояд як тарафа бояд бошад. Фикр мекунам. Бале. Албатта довар дар ин бозии худ мо мебинем ки дар бозии Хоҷанд Равшан ба хатоё бисёр ва ма бисёр мехостам фаҳмам ки инспектори бозӣ боҳои ҳамин чанд монда аст вале барои мо ҳам рӯшан нест. Мо буфаҳмем бояд барои чӣ хел аст. Ба ҳамин довар ба ин хатои бозӣ дигар бо доварӣ мекунанд ё на? Ё на. Аслан доварон ки бояд хато карданд дар чанд бозӣ бояд солҳои пеш довар гузошта шуд. Солҳои пеш шумо гуфтед манам як сувай мегум тренер як чини милли Тоҷикистон будам. Ман ҳам нозирӣ ам мекардам дар бозиҳо. Да бале. Ами хеш ки дар сухт ман нозирӣ кардам. Бале. Ва ҳамон довар дӯсти ман Хатима Гудакиш гузаштаги. Бале. Бозингари хеле хуб буд, довари хубам кард. Бале. Дар ҳамон бозӣ дағалӣ кард. Бале. Дағалӣ кард. Ман ами хекарам федератсияи футбол дар ки мисол ҳамин бачара то охири дӯсти хидмат то охири мавсима канор дагирӣ. Бошӣ хе мумкин набуд хе довари. Яъне ҳамин одам мехост пеналти медод. Мехост гола ҳисоб намекард. Бале. Аммо дар боло шитаги ҳам тренер милли Тоҷикистон, ҳам нозири сар тренер, ҳам нозири бозӣ нагуфтам хе намешад. Набояд то ҳам яъне ба назари шумо бояд довароне ки иштибоҳ мекунанд ва бар зарари як даста кор мекунанд, ҷазои ҷиддӣ бояд. Бале, хай мешагад намешад охи. Албатта. Оз хеле ки Рустам Абдуллоев гуфт ки гол, бале. Ваш красный корти сурх. خای این قدر فدراسیون فوتبال مبلغو جدا میکنه این بله. قدر سمینارو میگذرونه بله. پس این چی دارد چی نتیجه دارد چی معنا دارد که فدراسیون فوتبال شوهر روز خو نمیکنه اینا رو ما خودمون میبینیم که هر روز دوارو دا سمینارو تشکیل میکنه بله. خای ما هم امروز فردا ما هم چو دایرکتوری کلوب میبرم بعدی بوزی دوباره یک چپالوک میزنم میگم میبخشی بعد چی درست خیلی خیلی نمیشه اگه بعد ما میبرم در تلویزیونی ما میگم که بخشش خیلی ما بخشش میپرسم عذر میپرسم این خیلی نمیشه اگه خیلی او کجا میشه یعنی با عذر پرسیدن نتیجه بازی تغییر نمیابه چه خیلی که بازی با خطلون خب دواری من هم دارم از ازبکستان های که وای بله دستور دهنده ای کنفدراسیون فوتبال روسیه چه خیلی که وای برآمد کرد خیلی متخصصای تاجیکی ما کجا دادن بله کی جدان بله. چی با متخصصا نمیبرونم چیزا را بله. برای چی ما اینا چی میگم ما پیش سرپرستا دا چی میگم پیش بله. مخلصا دا چی میگم بله. سرپرست ما را میفهمه که ما بگم که کارت سرخ نداد بله گل پنالتی را حساب نکرد بله تشکر زیاد و امیدوارم که در دورهای من بعدا سر این مساله متخصصان جدی مناسبت میکنند چون که یکی از پیشرفت چمپیونات ما یکی از اون که مسابقه ما در سطح بلند برگزار شود حساسیت بسیار شود یعنی اینتریگا در چمپیونات این هم کاری داوران است و ما باور داریم که نوبست از آن که بسیار داوران ما خیلی جوان هستند این چیزها را همچون گیم که درس عبرت برای خود میگیرند و میتوانند جدیتر مناسبت کنند در این مورد بخشش در آخر یک چیز دیگه ما گفتیم که بعد یعنی سخنان ما بعد یعنی سخنانی که ما در اینجا برآمد کردم گفتیسم ما باوری دارم که اگر این بازی که با ریگر تداز داریم پس فردا بله. با این بازی نکنم بازی دیگه با مورا هم خیلی میکنم بله. ما باوری دارم که همین خیلی با میکنم بله. من نمیدونم ای چی حساب باشه خب ما باور داریم که داوران فوتبال کشور جدی تر مناسبت نه تنها در بازی روشن نه تنها در بازی روشن در بازی های دیگر هم مثلا چگونه که بازی کلوب مرکزی ورزش فایزکند بود حالت بحثناک به میان اومد اونجا هم حالت بود و بسیاری ها گفتند که داور باید گل فایزکند را حساب نمیکرد خب عموما این گونه گیم که شبهه ها در هر بازی ها زیادتر میشوند و بازی شب گذشته مقابل استقلال و کوکتوش گل زده استقلال حساب کرده نمیشد حالا اینکه بازیگر دسته استقلال در حالت آنساید است در حالت افساید نبود خب به هر صورت من فکر میکنم پرابلمه هایی که جای دارن حالا سری دوران باید حل و فصل کرده شوند خب بیننده عزیز از دایرکتور کلوب فوتبال روشن غیرتعلی میرحمدوف ایسوری سپاس میکنیم که اندیشه خود رو وابسته با مشکلاتی جای داشته بیان داشتن و ما باور داریم که روشن باز به زینه های بالای جدول برمیگردد و بازی خوب و خاطرمان رو برای مخلصان سرشمارش با نمایش میگذارد از کار دوران راضی هستید چون در یک حالت تو به دست محافظت‌گر دسته خوجام برخورد این حالت رو چگونه شرم
Я не буду комментировать эти моменты, потому что трактовка всегда идет в пользу, не в пользу команды, трактовка идет в другую пользу. И понятие того, как мяч попадает в руку, что теперь можно в волейбол играть, я это не хочу трактовать. Поэтому единственный момент там был во втором тайме, момент, когда игрок прыгает прямой ногой. И в предыдущем матче моему игроку дают красную карточку, сегодня этой красной карточки не было. Поэтому ну пусть судейский комитет разбирается, это на их усмотрение. Я опять же не обсуждаю моменты. Просто говорю о том, что было в прошлом матче у меня с командой и в этом матче с сегодняшним матчем. Хуб, дар футболи муосир вобаста ба тақвими зич мураббиён ротатсия мекунанд, аммо дар тими шумо ин гуна нест. Ба истинои ду тағйирот шумо ба ҳайати эҳтиёти кам бардорид. Чунки ман гуфтам, агар шумо аҳамият додавид, ман ин дар ҳар як бозӣ ҳаракат мекунам, дар ин бозӣ се бозингари дигарро ба بازی در حیات اساسی برو آوردم راتاتسیه کردیم سه بازینگر اینا چون که تکرار میکنم این با دسته کمک نرسون بیننده عزیز برنامه ادامه میکند و ما اطراف بازی دسته های ختلان و حسیلات گفته میگذاریم که دسته اصلیدین حبیبولیف با حساب 1-0 بر حسیلات غلبه به دست آورد و خیلی هم وقتی آخر ختلان به خود برمیگردد. دسته که از لحاظ مالیوی چندان قدرت ندارد، از لحاظ حیات گویم چندان قوی نیست، ولی باز هم غلبه کرد اون دفعه در مقابل دسته روشن در سفر، این دفعه در مقابل تیم حسیلات. و شاید سری هست که حالا خودی مربیان میدونند و خودی دسته فکر میکنم که سری در اون است که کماند سرجام است، بله تمام کماند متحد است. نو وابسته بله. ما گفتیم که بیست بازیگر را یا در دیگر کمانده دودن بله. بازیگرای بهترین شانه دودن بله. و دو باختی که بود ما دیدیم که بعدی دو باخت مثلا بیست کمانده یا که مربی ها با احساسات دودن میشن بله. اینجا کماند ختلان چون پیشتره به احساسات دودن نشدن بله. برای چی؟ برای که مکتب خوب گذاشته بله. اون مکتب فوتبال ختلان خیلی خوب است. سال پیش هم خوب بود بله. در اینجا سرجمی یعنی که در همون دو بازی باختی کردن دیدن کمبودیشون بله. در کمبودی کار کردن بله. و مرحمت از بازی به بازی قوا گرفته ایستن بله. خلو را گرفته ایستن بله. این مرحمت غلبه نتیجه نتیجه همین است بله. و دسته نوی موسم امسالات تیم حسیلات باشد بوس هم نتونست نتیجه خوب به دست آورد. به هر صورت توجه میکنیم به اندیشه سرمربی دسته حسیلات و ختلان که پس از این بازی چی گفتند. ما امروز خوب نبودیم، دستورات تاکتیکی اجرا نشد. من اینجا میگم جلو دوربین که بازیکن ها بشنون صحبت هایی که میکردیم، مشق هایی که میکردیم، و متاسفانه وقتی وارد میدان میشن اون سیستم فکری قبلی که یاد گرفتن در فوتبال اونو انجام میدن و این یک مقدار نمیدونم زمان میبره، لکن زمان بر ما خال از دست میدیم. یک مقدار درس بشه، ما یک مقدار این فشار بازی ها بود، اول فصل چند تا بازیکن اونو حالا کارت سرخ بود، روادی نشد، اون ترام گرفت، اون تو شرایط بازی نیست، لیکن تیمو جمع جور میکنه. دسته فرخور یکی از دسته های پرقوت دست لیگ ترکستان لیگ برتری بازی سو میرد. نقشه ما همون که تستر ما باید زودتر با دروازه رقیب گل به ثمر میرسوندیم تا که بعد گل زدن ما باید خط دفاعی حریف مالک خوی اوزود رو با ما تشکیل میکرد، از این استفاده برده میخواستیم باز گل بیم رو به ثمر برسونیم. نقشه عملی گشت در قسم اول بازی ما دو سه لحظه خود گلزنی داشتیم، ولی متاسفانه در خط حمله شاگردان ما کمتر ضعیفونه رفتار کردن و در قسم بازی دوم بازی اون مرامی که داشتیم عملی گشت، گل به ثمر آوردیم و حرکت کردیم که در خط دفاع با صفر بازی کنیم و فکر میکنم که نقشه ما عملی گشت و صاحب سی امتیازی ضرور گشتیم. خب بازی آخرینه که در دوری چهارمی چمپیونات تاجیکستان برگزار شد این رقابت دسته استقلال و کوکتوش بود که شب گذشته در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمون برگزار شد و شاگردان ایگر چرفچنکا باز هم با مشکلی غلبه کردند با حساب 2-0 و اونجا البته حالتی بحثناک هم بود، ولی اطراف اون میگویم که چرا استقلال در مقابل دسته آوتسایدر نتوانست با حساب کلان غلبه کند، هرچند ما انتظار داشتیم که شاید با حساب های کلان اونها میتوانند غلبه کنند. اما بازی که خطی ریگر کردن انرژی زیادی صرف کردن. بله این هم. این هم البته. ریگر یک بازی نشون داد که غیر چشمناک بود. اگر بله. ریگر همیخی خطی از خطا و مانند استقلال بازی میکرد. بله. فکر میکنم که با پیروزی نویل میشدن. بله. لیکن چی نرسید؟ نرسید ما گفتیم که انرژیشون نرسید. بله. یعنی همون تا زمستان و پدگتین پیروی در چخه گذاروندن. مرحله آمودگی. آمودگی و ایخ چون میدونن ترینیرو و همون سرپرستوشون. بله. برای اول ما گفتنیم که استقلال در این بازی هم خبر اومدن که
بیگاه بازی سر شد. بله. ساعتی 8 بعد از بله تعطیلی، یعنی بعد از شام. شام. بله. ببین کمانده امروز کوکتوش در جای آخر چمپیونز است. البته ما دیدیم که با یک استقلال با یک قوای چه گوزن از 100 فویزه گفتم ممکنه که 40 فویزه که 50 فویزه انرژیشون رو در این بازی صرف کردن. بله. و چیز دیگر اون است که معلوم میشد که کوکتوش هم به مربی میتواند بازی کند. فکر میکنم به مربی هیچ کس بازی کردن نمیتواند، برای اینکه به هماهنگی در کماند این قین است. خیلی کدام مربی مانده نمی در همین بازی. بله. اصلا فکر میکنم که اینا هم صاحب مربی میشد و بله. با کوروشون دوام میده. چمپیونات نو سر شده گیج بله. وایما کردن در کنه است که مثلا گم استخ بله. کماند می غلطه از چنی از چی میدونه که بعد از یکم کورت تور چی میشونه یک بله. کمبینیشن خیلی خوب و همین گل حساب کرده نشد از جانب دوار. توجه میکنیم که چرا گل حساب کرده نشد. ببینید احسانی پنجشنبه در آفساید نبود. ولی گلی خوبی دسته این است. امیخ خطای دوار یک نه اینکه ببینید که یک کمبینیسی که ما میگیم یک کمبینیسی اولی که زیبو نمونه است برای دیگر دسته و برای گودکاکوی ما گودکوی استقلال میسازیم برای نورسون. نورسون ببینید بازیگرای تیم ملی ما چه یک کمبینیسی خوب کردن دوار حساب نمیکنند. اگه دوار چی بود گویند اینا چیکار کنند؟ بله البته یک چند بازی بود دوار دوباره نکنند. بله درست است. این یکی از بود جزونی یکی از کور روجی کورشون میخواد بود باشه. بله. نه اینکه با بازی دیگر با این کس دوباره کنند. بله. خطایی کرد بود برای با خطایش چیکار کند؟ کمکک استراحت کند. فکر کند که ممکن نیست بله. خطایی کنه. شاید شماره دوباره تو وار شدنه. بله تو وار شدنه ما مگر مربی و سرپرستون پرتوخات باشیم. بله بله. خب با چیز دیگر شاید اون است که در بازی اما در کوری دوباران هم دوباران با تجربه شاید کمتر باشند. این هم مثال شده میتواند چون که ما میبینیم که بسیاری از دوباران ما دوباران جوان هستند. اکثر اونها هم رفیری فیفا هستند در مسابقه سطح بین المللی مخصوصا جام کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت میبرند. خب به هر صورت اوغوزی موسم امسال اشتباهی خیلی هم زیاد بود از سوی دوباران که دسته ها مربیان فوتبالبازان شکایتی کلام هم میکنند. خب شرح و توصیف وابسته به بازی هایی که در این دور برگزار شدند به انجام میرسند و ما به اندیشه ایگر چرفچنکا سرمربی دسته استقلال توجه میکنیم که باز هم از بازی دست پرورانش قناعتمند نیست. Игорь Геннадьевич, поздравляем с победой. Как вы комментируете итог матча против команды Куктоша? Самое главное, что выиграли. Вот. Сегодня, конечно, было очень много невыжденных потерь именно в передачах. Мы могли наиграть из таких передач себе пару голов. Вот. Поэтому брака много очень было в передачах. В прошлом матче против команды Ригара тоже вы отметили эту. Как вы в течение недели готовились к матчу против Куктоша и в дальнейшем будет ли исправлять ваши подопечные такие проблемы? Ну, для этого тренер и существует, чтобы тренерский штаб видит, какие проблемы у команды. Будем над этим работать. Время много, но я считаю, что это ничего страшного. Начало сезона, так что все нормально будет. خب در دور چهارم چمپیونات مملکت بهترین بازیگران با هیئت رمزی دور از روی فرضیه شبکه ورزش انتخاب شدند. میبینیم که در دروازه یوگنی گریتسنکا از باشگاه فوتبالی رفشان قرار گرفت، در خط دفاع از کنار چپ سایچو بازاروف از خطلون، در مرکز رمان خیبابا از خط، همچنین بلونگ جرارد از کلوب مرکزی ورزش ارتش، خب هویدای گلمراد از تیم فایزکان، در مرکز علیشر جلیلوف و ایستانی پنجشنبه از استقلال قرار گرفتند، همچنین در کنارها جوزف کومادی از رفشان و همچنین رستم کوچکاروف از خطلون، در مرکز موبینجون مومینوف از تیم اسخاتا و در خط حمله سنجر رخسیبویف از تیم اسخاتا. مربی بهترین دور این ایگر سوروف است، مربی که در سفر غلبه مهم را به دست آورد. مربیان دیگر هم بودند در این دور که ارزنده برای جایزه بهترین مربی هم بودند، اما نتیجه دسته اسخاتا این فکر میکنم نتیجه بهترین در مقابل ریگر تداس بود.
خب بهترین بازینگر دوره چهارم از روی فرضیه شبکه ورزش بوسام فلوبوزی دسته اسخاتا سنجار اخسیبویف گل غلبه آور سه امتیاز مهم برای دسته اسخاتا و این لیگنر ازبکستانی که سال دوم میشوا در اسخاتا بوسی میکند گل های مهم رو برای دستش به هدف میرساند و فکر میکنم ارزنده هم بود در برابر دیگر بازینگران من بازینگرانی با تجربه در همین تور و یکس بهتر بهترین بودند بله واقعا هم در همین دور بهترین بازینگر بود خب با جدول مسابقه توجه میکنیم که اونجا دسته ها چون این جای گرفتند در مقام اول استقلال با 10 امتیاز قرار گرفت بعدم دسته اسخاتا در زینه دویوم و تیم خطلون در زینه سوم جدول قرار گرفت خب ریگارتا داس حسیلوت در زینه های بعدی قرار گرفتند کلوب مرکزی ورزش ارتش و کوکتوش در زینه های پایانی جدول قرار گرفتند خب یک خبر دیگر برای هواداران فوتبال تاجیک همین است که بعد از نتیجه مسابقه که کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدان خود با فایزگان انجام داد امروز اهلیدین توردیف رسما از مقام خود یعنی استعفا داد و او دیگر سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش نیست و بسیار جای افسوس که یکی از مربیان فوتبال کشورمون حالا فعالیت را ما همین نمونه من یک چیز بتونم که نمونه دو باختی خطلون بله. ترینر استعفا نداد که بله دو باختی خطلون دو باخت مرحمت با غلبه شدن دو غلبه دیگه بله یعنی وقت دادن لازم ترینری که نو قدموش نمیمونه یک بچه با استعداد است اهلیدین توردیف بله باید که شانس داد باید که کار کند هیچ کم نداره که ممکن کی میدونه که بعد دویم کروک کماند ارتش چیکار نتیجه میکنن بله فقط باید ترینر را استفاده نتیان اخی بله میسوریم یک ترینر ایواز میکنن دو ترینر بله. رو باید دسته باید یک فکر خود نسبت خود چون فکر با اجازه ندی هم که مربیان با خوش خود از مقام رو بله. بله. خب بله. تشکر زیاد به هر صورت اهلیدین توردیف مربی خیلی خوب بود ما قبل از برنامه هم با ایشون هم صحبت شدیم گفتند که وقتی بوزینگران نمیخواند نتیجه خوب به دست آورند وقتی دسته نتیجه خوب به دست نمی آورد ما هم دیگر نمیتونیم فعالیت نه 4 تور شده بله ادامه دیم به هر صورت جای افسوس است که حالا 4 تا دور به انجام رسیده است خب بازی های دور دیگر برگزار میشوند در میانه هفته بیننده عزیز رقابت های بی‌نهایت مهم روشن با ریگارتا داس کوکتوش با کلوب مرکزی ورزش ارتش اسخاتا با استقلال حسیلوت با خوجند و فایزگان با خطلان رقابت خواهند کرد و ما حتما در برنامه آینده اطراف این بازی ها حرف میزنیم از ظهیر بابایوف مربی شایسته جمهوری تاجیکستان تحلیلگری برنامه ایستوری سپاس میکنیم وابسته به نظرهای خود در موردی این رقابت ها بیننده عزیز و ارجمند همین حالا برنامه رو با پایان میرسونیم تا نشای دیگر سیادمند و پیروز باشید خیر